در اینجا جمع شدیم به بررسی بیش از 2 دهه راه پیموده جبهه دموکراسی خواهی و به طور مشخص به بررسی شکست منشور مهسا بپردازیم. نظری اینطور مطرح میکنه در مورد چرایی شکست منشور مهسا. این شورا در مقابل اتحاد نانوشته بخش عمده‌ای از اپوزیسیون تبعیدی با نهادهای تبلیغاتی و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی فرصتی برای ایستادگی، کسب تجربه بیشتر و تکمیل خود نیافت. این شورا از همان ابتدا به محض تشکیلش مورد حملات وسیع و گسترده بخش عمده‌ای از اپوزیسیون، از طرفداران افراطی و حتی میان روی طرفدار سلطنت گرفته تا جمهوری خواهان و نیروهای چپ قرار گرفت. همه این نیروهای ناهمگون نه تنها در حمله به این شورا گوی سبقت را از یکدیگر ربودن و با یکدیگر همسو و متحد از آب در آمدن، بلکه بی هیچ پروایی از پیامدهای مخرب رفتار خود آشکارا به کارت بازی رژیم بر علیه سیاست و گفتمان حداکثری همراهی بر اساس حداقل خواسته مشترک تبدیل شده. خب سلام میکنیم به تک تک دوستان، آقای مهران براتی، آقای منوچهر مقصود نیا و آقای ماشالله سلیمی که هر کدوم روایت متفاوتی میتونن داشته باشن. ما شروع رو از آقای براتی انجام میدیم. بفرمایید. بله، به نظر من منشور مهسا قرار نبود اصلا موفقیتی داشته باشه، چون در اون منشور سری خواستهای مدنی و سیاسی مطرح شده بودن، ولی در اون هیچ گونه ادعایی به عنوان یک نهاد اپوزیسیون مطرح نشده بود. اگر قرار بود منشور مهسا یک به اصطلاح جمع اپوزیسیونی باشه با ادعای اپوزیسیونی که میخواهد مدعی قدرت باشد، اون وقت بایستی که اون منشور تبدیل به یک چیز دیگری میشد. در اونجا مثلا گفته میشد که این جمع الان خیال دارن تشکیلاتی به وجود بیارن، نهادی به وجود بیارن، سازماندهی مبارزات رو در داخل کشور و در خارج کشور بکنن، ولی هیچ کدام از اینها نبود. برصورت تحت شرایطی که جنبش در ایران جنبش محدود فرهنگی سیاسی در ایران، چون اون چیزی که در ایران انجام گرفت یک قیام عمومی نبود، قیام یک نسل، یک نسل یاغی شده، نسلی که به لحاظ زندگیش، به لحاظ زندگی فرهنگیش خودش رو متمایز میخواست بکنه از جمهوری اسلامی، از بقیه جامعه میخواست یه فرهنگ دیگری رو دنبال بکنه در زندگیش. خود به خود این خواست‌ها سیاسی میشدن، در تلاقی، در روبرویی با جمهوری اسلامی قرار میگرفتن. بنابراین ما از ابتدا اون جنبش یه جنبشی نبود که بتونه به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی اون باشد که بخواد به جمهوری اسلامی رو پایین بکشه. ولی منشور مهسا اگر میخواست یه همچین نقشی داشته باشه، باز خیلی بیشتر از این بود. اونهایی هم که به اصطلاح شکل دهنده منشور مهسا بودن، جز حزب کومله ایران، بقیه تشکلی نداشتن اصلا. بقیه تحت شرایط فعالیت‌های سیاسی مدنی به حق معروف شده بودند. یعنی هم خانم مهسا خانم، هم خانم مسیح علی نژاد که واقعا در پیشبرد جنبش زنان و این خواست‌های خیلی درست و مدنی زنان خیلی تلاش کردند در طول این سال‌ها. همینطور آقای اسماعیلیون که بر حسب اتفاق حالا در یه شرایطی که جو مناسبی هم در خارج کشور وجود داشت، ایشون تونستن نشان بدن که یک استعدادی در سازماندهی دارن در این قسمت. خب خانم عبادی که به عنوان فرد حقوق بشری همیشه این فعالیت‌هاش رو میکرد، از خانم بنیادی ما هم فقط این ور اون ور چیزهایی شنیده بودیم. ولی اصولا خود فرد رضا پهلوی هم همیشه گفته بود که او نمیخواهد بخشی از یک تشکل باشد، نمیخواهد سازمان سازی کند، نمیخواهد رهبری کند، میخواهد مشوق دیگران باشد،
حامی تشکل‌های دیگران باشن برای آغاز مبارزه و همکاری با مبارزه. خب معلومه در یه همچین تشکلی که اصلا نه ادعای رهبری سیاسی داره و نه سازمانی داره و نه نهادی داره، انتظار این که این من با یک منشور یک باره اتفاق عجیبی قبل نظیر به صلاح انقلاب 57 در ایران می افتاد، خب این انتظار خیلی به جایی نبوده. به همین دلیل هم من فکر میکنم انتظارات به صلاح بیموردی بوده در این مورد. خب آقای ماشاءالله سمی، همین سلیمی، همین چرایی شکست مهسا نظرتون بگیم. ببینید، من خدمتتون عرض کنم که یک علتش خب همگان میدانن، جنبش مهسا شکست خورد برای اینکه سرکوب وحشیانه بود، نه اینکه گشت کوچیکی در اون شرکت داشتن. حداقل 3% جامعه شرکت داشتن، برای هر تحول بزرگ انقلابی این 3% کافیه. رژیم وحشی بود. وقتی با گلوله های ساچمه‌ای میریزن به اصلاح به جان مردم، طبیعیه که خوب تا حدودی میتونه مقاومت کنه، بعد مقاومت میشه. من یادم میاد جوانی با جوانی صحبت میکردم، داخل زندگی میکنه، شجاعت به اصلاح گفت شجاعت ماها قابل تحسینه، اما باید گشت بزرگتر از ماها هم با ما همراه باشن تا ما بتونیم به پیروزی برسیم. اونا هرگز چنین برداشتی ندارن که تنها با نیروی جوان میتوان کشور رو نجات داد. این یک، این بخش سیاسیش. بخش دومش در مورد منشور، به نظر من کلن به اصلاح علاوه بر اینکه خود راضی به منشور نویسی بعدا صحبت خواهم کرد، خود مضمون این منشور هم منشوری نبود که قابل ایراد باشه نباشه. مثلا راضی به یک پارچگی سرزمینی، خب تمامیت ارضی معادلشه. وقتی معادلش مدعیان مدافعان یک پارچگی سرزمینی میگویند که این همان تمامیت ارضیه، پس چه اصراری هست که یک پارچگی سرزمینی جای تمامیت ارضی گنجانده بشه و حساسیت خیلی ها را برانگیزه؟ یا مثلا راضی به حقوق سیاسی، این حقوق سیاسی کدامه؟ چرا باید حقوق سیاسی مثلا استانها جدا باشه؟ ببین، حقوق های اجتماعی، نوع به اصطلاح اداره محلی استانها فرق میکنه با حقوق سیاسی. وقتی شما از کلمه حقوق سیاسی استفاده میکنید، یعنی اینکه پذیرفتید یه دولت کوچیکی اونجا تشکیل بشه که در سیاست گذاری هم مثلا سیاست خارجیش چه باشه، سیاست داخلی چه باشه و این هست. این هم یکی از ایراداتش بود که منشور مهسا شکست خورد. در این حال این ائتلاف نکته مهمترش اینجاست، واکنشی بود نه کنشی. چطور؟ ائتلاف توضیح میده. ائتلاف واکنشی یه اتفاقی، جنبش زن زندگی اونجا حاضره، دنبال حمایت بین المللی است، دنبال یک به اصطلاح متشکل شدن خارج کشور. اینا با عجله چند تا به اصطلاح یک آقای رضا پهلوی رو که خوب شخص شناخته شده است و آقای مهتدی رو هم کنار بذاریم، با عجله با تعداد دیگر جمع شدن بگن که ما میتوانیم کاری انجام بدیم. کنشی عبارت از اینه که شما از قبل نظیر کاری که جناب عالی میکنید، نظیر کاری که ایده‌ای از ماها 20 سال از 20 سال پیش شروع کرده ایم، نقشه ریخته ایم که نجات کشور ما و بعدن هم آبادانی کشور ما بستگی به این دارد که این دیوارهای علکی که بین نیروهای سیاسی مختلف کشیده شد، کینه ها تفرقه ها رو برداریم، هم برای
نجات از دست این رژیم، هم برای آبادانی این کشور کاری انجام بدیم. سالیان این کنش ما بوده، نه بستگی این دعوت به اتحاد ما در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی نیست و نبود، به همین دلیل ما تلاشمون رو ادامه میدیم. ولی کسانی که صرفا در اون مقطع به این ایده رسیدن، اون چون اون جنبش مهسا شکست خورد، خود اونها هم به هزار پارتکه تبدیل شدن، حتی در مواردی به دشمن همدیگه تبدیل شدن. و همین دلیل به نظر من ما باید به اصطلاح درک کنیم از مقوله اتحادها یا منشور مهسا علاوه بر نقص مضمونی، در این حال علتش اون تشکیل اون ائتلاف واکنشی بود، لحظه‌ای بود، گذرا بود. خب میرسیم سراغ منوچهر محسود نیا. شما دلایل شکست منشور مهسا رو چی میدونید؟ ببینید، خود جنبش مهسا رو ابتدا باید یه مدار بررسی کرد، رصد کرد و سپس رسید به منشور مهسا. من فهم میکنم که جنبش مهسا با مجموعه نیروهایی که به میدان آورد توان کنار گذاشتن این نظام رو نداشت. اگر بخواست این نظام کنار گذاشته بشه، احتیاج به نیروی وسیع‌تری داشت، احتیاج به یک نهاد یا ستاد هماهنگ کننده این جنبش وجود داشت و نیاز به این داشت که یک دورنمای مشخص و روشنی پیش چشم مردم بذاره که اگر این نظام کنار رفت، گذار کردیم ازش، چه چیزی، چه سیستمی میخواد جایگزین اون باشه. اینا مسائلی بود که ناروشن بود، توان لازم رو نداشت در مقابل دستگاه سرکوب نظام که نشون داده که هیچ ابایی نداره از هر گونه سرکوبی، از با شدت تمام میتونه چیکار کنه، دست به سرکوب بزنه، نتونست به اون اهدافی که پیش روی خودش داشت برسه. دستاورد داشت، طبیعتش که این جنبش دستاورد داشت، تحول فرهنگی به وجود آورد، شرطنج سیاسی رو تغییر داد و خیلی جاها جمهوری اسلامی نظام رو مجبور به عقب نشینی کرده و بازتابشون هنوز هم با در داخل جامعه میبینیم و تداوم خواهد داشت. اما منشور مهسا به نظر من علاوه بر چیزایی که دوستان گفتن، کلا من فهم میکنم اگر باشه منشور باید بندهای طولانی بشه، 10 تا 15 تا 20 بند داشته باشه، خودش مانع میشه برای اینکه نیروهای وسیع‌تری بهش بپیوندن. با ایجاد هر بند اضافی یک نیروی میتونه باش مخالفت بکنه و بگه من همپایی نخواهم کرد و این میتونه خودش یک مانع باشه. ترکیب کسایی که منشور مهسا رو نوشتن نمیتونه در برگرنده واقعی نیروهای سیاسی داخل جامعه باشه. نیروهای سیاسی داخل جامعه گسترده تر هستن و باید فضا آماده میشد که این گستردگی رو بازتاب بده و تبدیل بکنه به یک نهادی که هم در برگرنده نیروی وسیع باشه و حتی اگر جنبش در این لحظه نتونه موفق باشه، این تبدیل شده به پایگاه یک نهادی برای مرحله آینده جامعه و متاسفانه این چنین نشد. خب برمیگردیم به آقای پراتی و سوال دوممون. آنچه مسلم است امروز گذار از جمهوری اسلامی به نظامی مردم سالار و سکولار به عنوان یک خواست ملی مطرح است. آیا همین یک عامل به تنهایی و بدون هر قید و شرط دیگری نمیتواند پایه همکاری نیروهای اپوزیسیون در راه رسیدن به مجلس مؤسسان را فراهم آورد؟ به عبارت دیگه همه نیروهای اپوزیسیون تلاششان را بر دو هدف گذار از جمهوری اسلامی و برقراری مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید متمرکز کنند. خب این واژه گذار اگر به همان معنا و با همان قاطعیتی که خمینی واژه باید برود رو استفاده کرد در مورد رژیم پیشین دنبال بشه، بله این
همین کافیست، همین واژه تنها واژه گذار کافیست، ولی شرطش این هست که این خواست همه رنگ‌های سیاسی موجود در ایران رو بتونه در بر بگیره. یعنی ما احتیاج نیاز به یک حرکت ملی در ابعادی داریم، در همون ابعاد انقلاب سال 57 داریم برای مقابله با این حکومت، و معنی همچین واژه‌ای هم اون وقت این نیست که احتیاج به منشور نوشتن‌های خیلی فراوان داشته باشه. اون رنگ‌های سیاسی که قاطی با قاطعیت رفتن این نظام رو میخوان، باید توانایی و استعداد سازماندهی هم داشته باشن. یه اصل اساسی است که ما میبینیم در این طول‌های سال‌های گوناگون 96 98 بعد و بعد این در بر صورت در یک سال پیش این همه جنبش‌های گوناگون انجام گرفتن و منتها هیچ کدام از اینها به موفقیت نرسیدن. همه این جنبش‌ها هدفشون گذار نبود. مثلا در مورد مسئله‌ای که اعتراضات در رابطه بنزین پیدا شد، یک اعتراض واقعا معیشتی بود به این معنا. بعد ما اعتراض‌هایی که ما در سال 88 داشتیم که بر صورت خواستش رأی منکو، معنیش این بود که من میخواستم موسوی یا کروبی انتخاب بشه، حالا کسی دیگر شما به صندوق آوردید اضافه کردید، من اون رو میخوام. هدف گذار از نظام نبود. این مسئله کاملا جدیده الان. برای همچین مسئله اون وقت ائتلاف دو سه نیرو کافی نیست. در این مسئله یک مسئله اساسی است که اصلا هیچ ائتلافی به درد نمیخوره اگر اون ائتلاف مورد پذیرای مردم ایران و پایه‌های اجتماعی ائتلاف کنندگان قرار نگیره. این مسئله تا به حال اصلا مطرح نشده. در خارج از کشور هر کس برنامه سیاسی داره، منشوری مینویسه، حرفایی میزنه، ولی بدون توجه به اینکه آیا پایه اجتماعی من با من همراهی خواهد کرد یا نه. حالا اگر پایه اجتماعی کسانی که در خارج سازماندهی دارن موجود نیست، خب باید در ایران این نهادهای این جریان سیاسی باید برای خودشون سازماندهی کنن، سازمان سازی کنن از امکاناتی که در اون چیزی در این 30-40 سال گذشته آموختن استفاده کنن. اینم به نظر من اپوزیسیون این کار رو هم نکرده. بنابراین بله، جواب من شما اینه که همین تنها خواست گذار کافیست به اون مسئله‌ای که شما میگید رسیدن، اگر هیچ نوع شرط دیگری به اون اضافه نشه. یعنی اگر شروطی پیدا بشه که از اول باید به اصطلاح شرکت کنندگان تعیین کنن که الان خودمختاری میخوان یا نمیخوان، تعیین بکنن الان پرچم این باشد یا اون باشد، تعیین کنن که نوع نظام اقتصادی این باشد یا اون باشد، اگر بخوان همه این چراها رو الان وارد بکنن، خب اون گذار رو نمیتونن انجام بدن. بنابراین یه تصمیم اساسی میخواد در این مورد که ما رقیب رقبای سیاسی در مقابل هم هستیم برای آینده. در فردای گذار همه با برنامه‌های متفاوت خودمون رو به جامعه عرضه می‌کنیم. ولی خب این مسئله می‌بینیم کاملا برعکسه. همه شروطشون رو اول می‌ذارن برای اینکه اصلا گامی در جهت گذار بردارن. این مسئله، این مشکل اساسی برطرف به شکلی که تا بار بوده قابل حل نیست. خیلی خب، ماشاءالله من دیدم موقعی که مسئله تمامیت ارضی و موضوع اتنیکی و اینو شد، تو یادداشت کردی. تو این زمینه چیز خاصی داری بگی؟ نه، من یه چیز دیگه رو یادداشت کردم. توان کنار گذاشتم. من راجع به سوال دوم باید بگم. آره. ببین، پاسخ من بسه توضیح بدم. من از اونجایی که ارزیابیم، تعلیم میلم، از ماهیت رژیم اینه که رژیم توتالیستی هم فاشیستیه هم ضد ملی، یعنی این دوتا را با هم داره. برخلاف هیتلر، اونا ملی بودن ولی فاشیست بودن، نژاد پرست بودن. این رژیم هم یک فاشیسم مذهبی است، هم ضد ملی. به این جهت هر کسی بیاد
برای برداشتن این مانع، برداشتن این رژیم، با بنده بخواد همکاری کنه یا منو دعوت به همکاری بکنه، من دست رد به سینهش نمیذارم، هیچ پیش شرطی هم در برابرش ندارم. این نکته بسیار مهمی هم این، یه البته یه متد غلطی هم تو جنبش مطرح شده. اپوزیسیون خودش از هیچ حقوقی در جامعه ایران برخوردار نیست، خارج از کشور نشسته با همدیگر بحث می کند به من این امتیازو می دهی یا نمی دهی. یک به اصطلاح ورشکسته به تمام عیار هستیم، اما از همدیگه طلب داریم. مثلا اتنیک ها به مشتقه ها می بگن که آقا شما به ما فدرالیزم می دی؟ بعد مشتقه ها می گن آیا شما تمامیت ارضی رو می پذیرید؟ دوستان عزیز، هر دو تبعیدی هستیم، هیچ اختیاری هم نداریم. هر وعده ای ما اینجا بدیم، نه نمایندگی از طرف مردم ایران داریم، نه به اصطلاح تکسفید میتونیم به شما بدیم، حتی قشنگترین وعده ها رو هم بدیم، فردا مردم اومدن من و تو رو انتخاب نکردن، اون موقع چی میگید؟ یعنی ما با هم دیگه سر چیزهای دعوا داریم که نداریم، یعنی واقعا اون چیزها رو ما نداریم. حتی مشروطه‌خواهان بیان قبول کنن آقا تزیه ایران، خوب همکاری میکنید اتنیکا، مگه این در اختیار ماست، بر عهده ماست، ما در دست ماست؟ یعنی سر چیزهای ما با هم داریم بحث میکنیم که واقعا بحث کنیم، یعنی عادت کردیم نه چه کاری پیش ببریم. و همین دلیل من از اول هم گفتم به اصطلاح هیچ شرطی ندارم، همونطور که آقای براتی عزیزم تاکید کردن، گذار اگر گذار جدی باشه این مانع برداشته بشه، من هیچ شرطی نباید گذاشت، من ندارم، من کیم؟ اگر نیروی هستم، اگر یک سنگی رو، سنگریزه رو میتونم بردارم، همونو بردارم برای برداشتن این جمهوری اسلامی کلی کار کردم. خیلی خوب، میرسیم به آقای محسودی. شما در زمینه سوال دوم، من بخوام پاسخ بدم، پاسخ من منفیه. یعنی چی منفیه؟ یعنی گذار تنها توافق سده این که گذار از این نظام باید صورت بگیره و این میتونه کمک بکنه به ایجاد یک نوع همکاری و این مهم از پیش رو، این مانع از پیش روی ما برداره، مانع جمهوری اسلامی رو، مردم کافی نیست. به دو دلیل کافی نیست. برای که مسئله فقط کنار گذاشتن این نظام که نیستش که. بلافاصله بعد از اینکه نظام کنار گذاشته شده، باید نظام و ساختار دیگه جاش بیاد. یه ساختار سیاسی حقوقی باید جاش بیاد. چگونه میتونه این ساختار جاش بیاد؟ چه ساختار سیاسی حقوقی مطرح است؟ چه آلترناتیوی مطرح است؟ از زاویه دیگه مردم، برای مردم سوال هستش. میگن خب ما اومدیم تو خیابون، این نظام کنار گذاشته. بعدش چی؟ قرار چه نیروهای بیان جایگزین بشن به جای نظام جمهوری اسلامی؟ بعکس اون چیزی که آقای براتی میگه در سال 57 تاکید شد سر مسئله شاه باید برود، درست، این مسئله بجاست، درسته، این روی این موضوع که این نظام باید برود باید تاکید بشه و یکی از پایه‌های اصلی توافق هستش. اما آقای خمینی اومده نظام آینده معرفی کرد. حالا این نظام آینده تبدیل شد یک نظام توتالیتر مذهبی بوده و معایب شما الان برای 44 تا به طور عینه اکثر جامعه میدونن، یه بحث دیگه است. ولی نوع نظام مطرح کرد و مردم بر اساس اینکه نوع نظام آینده این خواهد بود توی گیومه فکر میکردن که ممکنه عدل علی هم پشتش باشه، گفتن خب ما حاضریم وارد بشیم. مسئله ساخت نظام آینده هم هستش، یعنی باید سر این توافق بشه. شرط من نمیگم شرط بذاریم، سر چگونگی مکانیزم استقرار ساختار سیاسی حقوقی آینده نیروهای سیاسی باید به توافق برسن. اگه به توافق نرسن، معنیش اون خواهد بود که بعد از اینکه نظام بده با هم درگیر خواهند شد، اختلافهاشون تشدید خواهد شد. این توافق باید از قبل باشه. توافق هم غیر چیز جدیدی نیست، ما نباید کشف بکنیم. توافق هستش که راه حلی هستش که نیروهای جوامع پیشرفته تهیه کردن، برگزاری انتخابات آزاد، پذیرش خروجی
صندوق رأی هستش، نتایج صندوق رأی هستش، تشکیل مجلس مؤسسان هست و تدوین قانون اساسی. یعنی به نوعی سر اون چیزهایی که ما میتونیم توافق بکنیم توافق میکنیم، سر اون چیزهایی که ما نمیتونیم توافق بکنیم، یا به قول آقای سلیمی ده اختیار ما نیست، این حق ما نداریم، میسپاریم به اون مجلس مؤسسانی که به شکل در یک انتخابات آزاد تشکیل میشه و اون تصمیم گیرنده رای خواهد. خب میریم به سال سوم که یه مقدار به رویات اپوزیسیون ایران که احتمالاً در خارج کشور دیگه. میگه به نظر شما با توجه به رویات اپوزیسیون ایرانی و آمادگیش برای برخورد منفی با هر گونه اتحاد، آیا برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و رسیدن به مجلس مؤسسان نوشتن یک منشور مبارزاتی به تبع آن سرازیر شدن سیل ایرادات اغلب ناوارد ضروری است؟ به عبارت دیگه بدون نوشتن منشور نمیتوان از مبارزات اعتراضی مردم حمایت و از جمهوری اسلامی گذر کرد. البته به نوعی اون سوال قبلی هم داره ولی شما بله. خب اگه اجازه بدی من برگردم یه مقدار به صحبت آخر آقای مسعود نیا که هر نوع توافقی میان نیروهای سیاسی در مورد چگونگی نظام آینده، که این نظام آینده فقط شکل به اصطلاح سیاسیش نیست که پارلمانی ریاستی بعد نمیدونم نوع نظام اقتصادی و غیر و غیره، خب این اگر قراره که در قانون اساسی آینده همه این امور با رأی مردم تعیین بشن، دیگه این توافقات قبلی فقط جنبه یه نوع جنبه نزدیکی های ضمنی روحی روانی سیاسی میان شرکت کنندگان ده، ولی هیچ نوع به اصطلاح مشروعیتی برای اون وجود نداره اصلا برای همچین چیزی. حالا به اصل صحبت شما در مورد منشور و این حرفا که برگردم، ببینید یه اصل اساسی هست که مردم، شما الان میبینید در همین جنبش که در جنبش زن زندگی آزادی که همه میگن قش خاکستری به میدان نیامده، این ایراد رو به ملت میگیرن. من نمیدونم چرا ملت باید بیان، نکته خیلی خوبی رو انگشتید، یه خورده بیشتر توضیح بدید. نمیدونم چرا ملت یا اون قش خاکستری باید بیاد تو خیابون گلوله به چشمش بزنن، به قلبش بزنن، بگوشنش ببرن، شکنجهش کنن، زندان بزنن. یه ملتی باید همه قهرمان باشن. اصلا چیز خاص غیر عادیه این مسئله. اصل در این هست که این خیلی مسئله مهمیه در امر سیاست، که اپوزیسیون بایستی که اون اپوزیسیونی باشه که نمیگه فقط گذار، بلکه برای اینکه بعد از فردای گذار در این فاصله تا قانون اساسی مملکت داشته باشه، انتخاباتی بشه، ممکنه یه سال دو سال طول بکشه. در این مدت این مملکت چجوری باید اداره بشه؟ خب ما الان میدینیم که عده‌ای از حقوقداران کشورمون شروع کردن برای این دوران یکی دو ساله قوانین گذار رو، مثلا قوانین کیفری مملکت که اعدام هست و این هست و اون هست، اینا وجود دارن. خب اینا رو باید چیکار کرد؟ قوانین ارث وجود داره، قوانین مربوط به امور خانواده و تمام قوانین فقهی که به اصطلاح الان تبدیل به قوانین مدنی شدن، چه چیزی جایگزین این بشه برای این مدت دو ساله؟ خب اینا رو رفتن تهیه کردن، این الان موجوده. عده دیگری در خارج هم در عرشبت که در آمریکا، در هاروارد، هم در تورنتو، در کانادا دنبال این هستن که خب این الان که همه اقتصاد دست سپاهه، همه صنایع مهم هم که دست اونهاست، در فردای این الان ما که مالکین جدیدی نداریم، با این میخوایم چی کار بکنیم؟ چه صنایعی اگر فکر میکنیم دیگه اینا صنایع هستن که صنایع ورشکسته هستن، اینا صنایعی نیستن به درد آیندهی بخورن، چه نوع صنایعی باید باشن؟ مدیران چه کسانی باید باشن؟ چه نسلی باید تربیت بشه؟ عده‌ای از ایرانیان جوان که در برخی تکنولوژی های جدید
هم دانش دارن، هم سرمایه دارن، هم سرمایه گذاری حاضرن بکنن، دارن آماده میکنن خودشونو برای همچی بچه. حالا میتونیم در مورد همه بچه های دیگر هم بریم. بنابراین اگر مردم ندونن که این جمع مدعی که حکومت رو میخواد بندازه یا انداخته حرفی برای زدن برای آینده داره، که آدم میتونن اینا اعتماد کنن که بله اینا حرف درنشون رو میفهمن، اینها اگر مملکت رو در دست بگیرن مملکت از هم نخواهد پاشید، نظام اقتصادی خواهد داشت، نظام امنیت اجتماعی خواهد داشت و همه چیزهای دیگر، اون وقت این مسئله با منشور نویسی خیلی متفاوته. یعنی ما یک اپوزیسیونی میخوام که همون چیزهایی که در منشورها نوشته میشه این را نوشته باشن، ولی بیشتر از اون حرفی برای عرضه کردن به مردم داشته باشن که اعتماد عمومی رو برای اومدن تو خیابون، برای جلو گلوله رفتن هزینه کردن اون وقت داشته باشن. ما میدونیم مردم معمولا یه رفتار اجتماعی انسانی این هست که میان هزینه و نتیجه یه رابطه معقولی باشه. اگر میری شما میلیونی تو خیابون، اگه 10,000 نفرم قراره بمیرن میپذیرن، اما اگه قراره که 50,000 نفر برن و 25,000 نفر بمیرن، این کار نمی کنن. بنابراین این یکی از توانایی های رهبری سیاسی این است که بتونه این رابطه معقول رو طوری به مردم عرضه کنه که مردم ببینن بله من الان دنبال این حرف و این جمع اگر برم آینده ای خواهم داشت. خب ماشاءالله در همین رابطه البته فکر کنم نظرات یه مقدار گفتی که بدون منشور هم میشه ها؟ نه بله اجازه بدید من میخوام توضیح بدم. یکی این که منوچهر میگه که مخالفت کرد در رابطه با اینکه باید برای آینده و ساختار سیاسی هم توافق کرد. خب به نظر من این یک امر ناشدنیه، تنها کافی است که گذر از جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان و تعیین نوع نظام تصویب قانون اساسی جدید، وظیفه امروز ما برانداختن این نظامه. اما در رابطه با قبلا خصوصی گفته بودم در رابطه با منشور، من کلا به لحاظ متدیک با منشور نویسی در این مرحله موافق نیستم، مخالفم. منشور هر جوری شما بنویسید بالاخره یه چیزی باید نوشت. اجازه بده منشور دارم، منشور میگم، منشور شما 1, 2, 3, 4 هر جوری بنویسید، تمام به طیف گسترده هم بنویسم، بالاخره بند یا بندهایی از اون پیدا میشه که دیگران با اون مخالفت میکنن. 1, 2 منشور در حقیقت یه نوع قانون اساسی نوشتنه، ولی خلاصه کردن اون قانون اساسی در 10 بند 12 بند ما چنین اختیاری نداریم. ما برای اینکه واقعا اگر جدی باشیم که همه رو جذب بکنیم، نیروهامون رو هم بذاریم، دست از این متد سنتی برمیداریم. من میبینم دیگه 150-200 تا منشور بدستان، یه مطلبی هم نوشته بودم منشور بدستان. خب هر کسی منشوری به دست دارد، بعد جالبه با اون منشورش هم دعوت به اتحاد میکنه، نگاه میکنی میگیش یا میبینی فقط خودشه. و همین دلیل منشور یک به اصطلاح سنت عقب مانده است. میتوان سر 1, 2 رفتن این جمهوری اسلامی، کنار زدن این جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید، تمام. هیچ چیز دیگه، هیچ قضاوت دیگه. اون چیزی که ببخشید، اون چیزی که آقای براتی میگن که ما بالاخره تو این فاصله این صنایع اجازه بده اونم یک بلند پروازی، من عرض کنم خدمت شما اونم نادرسته، جز اون مربوط به بخش اداره موقت جامعه که راجع به قوه قضاییه اینجور چیزا میشه، بقیه این که صنایع چجوری اداره بشه، این ورشکسته است، اون نیست. اونجا دوستان عزیز اونا همه وظایف سترگ یک دولت موقت یا هرچی بعد از نجات از جمهوری اسلامی است که
با یک نفر دو نفرم نمیشه، در ایرانم برای اون کارا اینقدر متخصص هست، اون تا به بازی گرفته نمیشه. به نظر من اون بخشی جز اون بخش قوانین جزایی بقیه به اصطلاح به نظر من مال دولت بعدی. خب مرشد شما باید ابتدا باید یه توضیح مختصری در رابطه با صحبت‌های قبلی بکنم که فکر بکنم برداشت نادرست شده. من نگفتم سیستم سیاسی آینده را باید روش توافق کرد، من کجا هم چه می زدم؟ من گفتم سر استقرار سیستم سیاسی حقوقی باید توافق کرد، چگونگی استقرارش، همون چیزی که آقای سلیمی میگه تشکیل مجلس مؤسسان. خب قبل از مؤسسان چگونه باید انتخاب بشه؟ مجلس مؤسسان باید توی یک انتخابات آزادی برگزار بشه و از دل انتخابات آزاد اون مجلس بیاد بیرون. و وقتی انتخابات آزاد برگزار میشه نیروهای سیاسی باید توافق بدن که خروجی صندوق رأی که از انتخابات آزاد ناشی میشه رو بپذیرن. این میشه توافق سر یه سری اصول و پایا با نوشتن منشور متعاهد هستش. ما نیاز به یک تفاهم نامه و توافق نامه داریم که اگر از این نظام عبور کردیم چگونه با چه سیستمی با چه مکانیزمی میتونیم به این برسیم که به مجلس مؤسسان برسیم و مجلس مؤسسان مشخص میکنه قانون اساسی رو و بر اساس اون قانون اساسی نوع نظام شکل نظام مشخص میشه. این مکانیزم ما باید به توافق برسیم. وقتی بگیم این مکانیزم روش باید به توافق برسیم، اینجا دیگه فقط عبور از گذر از نظام کافی نیست. این تو حرفای دوستان هم همین هست، میگم ما بعد از اونم باید چیکار بکنیم؟ برنامه‌ریزی بکنیم. وقتی میگیم بعد از این برنامه‌ریزی بکنیم، الان باید بهش بپردازیم. وقتی میگیم الان باش بپردازیم، یعنی مسئله فقط عبور از نظام کافی نیست، باید برای آینده ما این برنامه رو داشته باشیم. وقتی میگیم به فرض دولت موقت، خب دولت موقت هم بینو توافقه، توافق به نیروی سیاسی، بلکه ممکنه میتونیم 4 تا دولت موقت داشته باشیم که یه دولت موقت خواهد بود. این دولت موقت باید بر اساس توافق بین نیروهای سیاسی وجود بیاد. توجه بکنیم که نیروهای سیاسی وجود دارن که حاضر نیستن زیر چتر هیچ نیروی دیگه برن. مثبته که نمیخوان زیر چتر نیروی دیگه برن، با هم دیگه اختلاف دارن. این اختلافات چگونه میخواییم با بعد از گذر از این نظام حل بکنیم؟ تا مقطعی رسیدن به اینکه یه قانون اساسی جدید جایگزین این قانون اساسی بشه، تو این فاصله ما چگونه باید این اختلافات رو بین خودمون چیکار بکنیم، حل بکنیم؟ اینجا لازم استش به توافقات قبل از گذر از نظام، یعنی در کناری که با گذر از نظام باید توافق بکنیم، باید کنار گذاشته بشه، به اون توافقات هم نیاز خواهیم داشت. خب به در واقع سخن آخر که چه باید بکنیم، یعنی اپوزیسیون چه باید بکنه و چه باید بکنه رو در واقع با پیشنهادات مشخص، یعنی در واقع جنبندی همون صحبتایی که تاکنونیتون رو در این زمینه باز هم از آقای براتی شروع کنیم. بله در شبت که خب در مورد چه باید کرد، یک تصور از طرف سلطنت طلب های نوستالژیک وجود داره که میگویند که اپوزیسیون باید توافق بکنه روی این که به اصطلاح فرد رضا پهلوی به عنوان پادشاه پذیرفته بشه از طرف همه و در این دوران گذاری که بعد از فروپاشی نظام اتفاق میفته نظام پادشاهی باشه و در حالا یه مدتی که نمیگن چند وقت و چقدر، بعد از یه دورانی که به اصطلاح یه مقدار آمادگی ایجاد شد، آرامش ایجاد شد، سازندگی ایجاد شد، شرایط غیره، بعدا مردم تصمیم بگیرن که چه نوع نظام میخوان، در حقیقت رفراندومی بشه که آیا ادامه همون سلطنت پهلوی رو میخوان یا میخوان نظام دیگری رو داشته باشه. این یه تصور. اما من فکر میکنم، من 4 سال پیش هم این مسئله رو در چارچوب یک متنی تحت عنوان کنگره ملی نوشتم و فکرم این است که برای اون نوع
گذاری که صحبت کردیم برای نوعی که گذار کامل باید باشه، باید همه رنگ‌های سیاسی ایران در شرکت داشته باشن. ما به یه چیزی درست همون راهی رو که آفریقای جنوبی رفت و چیزی بیشتر از 50 گروه و حزب و دسته سیاسی رو آوردن در یه تشکلی که اول کارشون این نبود که اصلا اتحاد و اتفاق بکنن، اول کارشون این بود که بیایم با هم بنشینن و تفاوت‌هاشون رو و برابری‌هاشون رو، چه خواستهاشون مشترکه چه به اصطلاح تفاوت‌هایی با هم دارن صحبت کنن، به در یک دیالوگ ملی به توافق‌هایی برسن. نتیجه این دیالوگ ملی این میشه که یک عده‌ای بیان میتونن با هم کار بکنن، میتونن با هم راه مشترکی برن، یه عده‌ای هم میگن نمیتونیم. ولی حداقل این نوع دیالوگ این میشه که اونهایی که میگوین نمیدونین در دشمنی با دیگران رفتار نمیکنن، بلکه تفاوت‌هاشون رو میگن برای خواست‌ها و تفاوت‌هاشون رو مبارزه سیاسی میکنن. وقتی من این روزهای گذشته این میثاق حق زندگی منتشر شد و گفتن که 33 گروه و دسته این رو امضا کردند و اینا، من فکر کردم این در حقیقت آغاز همون چیزی که من تحت عنوان کنگره ملی مطرح کرده بودم، این داره واقعیت پیدا میکنه. ولی در فردای اون روز دیدیم که اصلا این نیست، بلکه هر کدام یه متنی دست هر کدام اینها رسیده، هر کدام هم بنا به سلیقه خودش دو جمله اضافه کرده، کم کرده و اصلا هیچ فکر اتحاد و ائتلافی نبوده، حتی فکر ایجاد یک دیالوگ ملی هم میان خودشون نبوده. بنابراین این مسئله رو فراموش کنیم، این میثاق رو، این میثاق رو فراموش. بریم به پای همون کنگره ملی. ما آغازی در این در کنفرانس که در تورنتو برگزار کردیم در اونجا داشتیم. در اونجا ما همه گروه‌های سیاسی رو دعوت کردیم. یک بخش مهم در جامعه ما سلطنت طلب، مشروطه خواه، پادشاهی خواه. کنار گذاشتن اینها در هر ترکیبی کاملا نادرست. بخش‌های دیگر جامعه ما نیروهای چپ هستن، کمونیست هستن، سوسیال دموکرات هستن، بخشی از جامعه لیبراله، بخشی از جامعه ما مذهبیه، یعنی همونهایی که الان تحت عنوان اصلاح طلبانی که گذار کردن از نظام جمهوری اسلامی اینها هستن. بخشی از جامعه ما همون تحت عنوان اقوام معرفی میشن. من خودم فکر میکنم که ما در قرن 21 من خودم هیچ حقوق قومی برای هیچ کس نمیشناسم. من برای همه حقوق شهروندی قائلم که همه اون چیزی که به عنوان حقوق اقوام میگن جزء بخشی از حقوق شهروندیه، یعنی به عنوان حقوق شهروندی همه میتونن داشته باشن. اونم همینطوره. ولی یه احتیاجی گفته میشه، دیده میشه، به یک هویت کلکتی، به یک هویت جمعی میخوان داشته باشن. خب این نمیشه کاریش کرد، این وجود داره، اونها هم وجود داره. مسئله خیلی اساسی این هست که اون کس که میخواد به اصطلاح بره چه باید کرد، باید بتونه بخشی از این کسانی که الان جمهوری اسلامی هستن با خودش رو به آینده ببره، بخشی از این سپاه رو با خودش به آینده ببره، بخشی از این بسیج رو با خودش به آینده ببره، بخشی از این ارتش رو با خودش ببره. اگر این راه رو نخواهد بره، در حقیقت یا مجاهدین خلق باید به عنوان یه نیروی سیاسی رقیب باید در این پروسه بتونن انتگره بشن. حال اگر این نشه، ما با یک جنگ داخلی کشوری روبرو خواهیم شد. بنابراین اون رهبری سیاسی که از دل این کنگره ملی که ما نوعش رو آغاز دیالوگ رو در تورنتو شروع کردیم باید ادامه بدیم، این کار رو باید تکرار کنیم، ادامه بدیم با این اضافهات که بنده خدی هستم. این یک رهبری داهیانه میخواد که الان من نمیبینم در سطح در پهنه سیاسی، هنوز نمیبینم، ولی ناامید نیستم. خب ماشاءالله شما بفرمایید. ببینید من کار درسته، خیلی از نیروها مثلا سلطنت طلبا میخوان ادامه سلطنت پهلوی باشه برای مدتی، چپای حکومت دیگه، اینا درد ما رو دوا نمیکنه، یعنی ما نمیتونیم با این رویاهای خودشه رویاهای خودشه، ما باید برای حال حاضر
فکر کنیم ببینیم و بدونیم که این جمهوری اسلامی یک ثانیهش ایران رو حداقل 100 سال به عقب میبره، یعنی به عمیق‌تر. بنابراین ما فرصت زیادی نداریم که هی بریم دوباره کنگره ملی درست کنیم فلان. ما 34 سال سر هم میشکنیم، سر هم میزنیم، حرف میزنیم، کافی نیست. من فکر میکنم که الان وقت تصمیم گیریه. خیلی روشن بیایم ببینیم چقدر سرمایه داریم و کدوم سرمایه همون از همه ما بیشتر مطرحه. بعد ببینیم که ما چگونه میتوانیم حمایت حداقل معنوی دولت‌های غربی رو کسب کنیم، چون من اعتقاد دارم بدون حمایت بین المللی مادی و معنوی میگم جنبش حتی در ابعاد میلیونی و میلیونی و میلیونی هم سرکوب کاش. قدرت سرکوب جمهوری اسلامی با دکتاتوری های عرفی متفاوته، 100% متفاوته و کارگزارانش هم خودشون هم سرمایه دارن هم سرکوبگرن. یعنی ما احتیاج به کمک بین المللی داریم و اتفاقا از این طریق میتونیم به داخل کمک کنیم. یعنی ما در خارج از کشور وظیفه ما اجازه بده من همین عرض میکنم، ما بیایم رو راست باشیم. من معتقدم رضا پهلوی که میگه من نمیخوام با به اصطلاح در سیاست، ما باید قانعش کنیم، برای اینکه مطرحه. تنها کسیه که در ایران مردم میشناسه، نه الیت جامعه. خب مردم واقعا میشناسن از جنوب تا غرب. خب راضیش کنیم پا پیش بذاره، بنده حاضرم ازش حمایت کنم. ما دعوای نوع نظام نیست، دعوای خاندان پهلوی نیست، دعوای سرنوشت جامعه است. ما باید بگیم این سرمایه ملی بخشن رانتیه، بخشی دیگه مال مردمه. دفتر داشته باشیم، یک به اصطلاح چی بزرگ باشه، سازماندهی کنیم در تمام شهرهای پایتختهای کشورهای اروپایی دفتر داشته باشیم. اگر دولت ها میخوان مراجعه کنن بدونن به کجا باید مراجعه کنن، میخوان کمک کنن، میخوان انتقاد کنن، یا میخوایم اونا به ما کمک کنن. ما چنین چیزی نداریم. فرض را بر این گیریم که تمام این دولت ها خواستن با ما مذاکره کنن، با کی؟ سراغ کی برن؟ جنبش زن زندگی آزاده مگه مایه نذاشتن؟ واقعا حمایت کردن، ولی بعد دیدم ما داریم علی هم زدیم، راحت هم اونا رفتن سراغ جمهوری اسلامی. به همین دلیل ضرورت تام داره ما واقعا راحت سرمایه هامون رو هم بذاریم، یک سازماندهی مجدد بکنیم و دفتر و دستش برای لابیگری. خیلی خوب. بله سوال ساده نیست، سوال سختی پاسخ دادن به اون. اگر آدم پاسخ روشن و مشخصی برای این سوال داشت میتونست حداقل 60-70% قضیه رو حل بکنه. یعنی حل قضیه به این معنی که از دست این نظام ما خلاص بشه. طبیعتش که ما در آینده بازم وارد فازی خواهیم شد که جامعه مواجه با یک جنبش یک برآمد توده‌ای مجددی خواهد شد. ابعادش چقدر باشه، خواستاش چه باشه، بخشن روشنه، بخشن نروشن. آیا وسیطه از جنبش زن زندگی آزادی مردم به میدان خواهند آمد یا خواستای مشخصشون چی هستش؟ چه نیروهایی رو بیشتر میتونن مورد حمایت قرار بدن یا از اون رو بخوان وارد صحنه بشن؟ درست استش که ما چیزی که آقای سلیمی میگه مسئله اصلی و مسئله این نظام استش و حمایت بین‌المللی چگونه ما میتونیم دست بیاریم. درست استش که ما میتونیم از ثروت‌های سیاسی اجتماعی که در این جامعه در فعلا وجود داره باید حداکثر استفاده بکنیم. چگونه میتونیم حداکثر استفاده بکنیم؟ راهی که آقای بهاوتی پیشنهاد میکنه میتونه یکی از اون راه باشه، تشکیل کنگره ملی، توش دیالوگ گفتمان دموکراتیک ملی صورت بگیره و از دل اون ما بتونیم اون نیرو که آقای سلیمی میگه که میتونه نماینده به عنوان نماینده تشکیلاتشو میگه هم تشکیلات بزنه هم به عنوان نماینده مردم وارد گفتگو با دولت ها بشه، از دل اون بیاد بیرون. ما نمیتونیم. آقای بهاوتی درست میگه، ما جامعه ایران داره خانواده سیاسی مختلف هستش،
که نمیتونیم هیچ کدوم از این خانواده سیاسی رو حذف بکنیم. هر نیرویی که فکر بکنه به تنهایی میتونه موفق بشه اشتباه میکنه. موفقیت در گروه توافق پذیرش این تنوع هستش، توافق بین این نیرو هستش برای ساخت ایران آینده. غیر از اون ما نمیتونیم پروسه گذار از استبداد از نیروهای اقتدارگرا به یک جامعه سیاسی دموکراتیک با توسعه پایدار بهش برسیم. با سپاس از تک تک شما تا برنامه بعد.